سراغ مورد بعدی. اگه خاطرت باشه گفتم اینجا الکترون داره توی لایه، داره توی مدار حرکت میکنه. عزیز جان، عناصر مختلف توی طبیعت معمولاً اتماشون از یک تا هفت تا لایه میتونه داشته باشه. کاری نداریم، اصلا نمیخوام درگیر عدد بشی، فقط بدون از یک تا هفت تا لایه میتونه داشته باشه. خب اگه من از یه نمای دیگه اینو بکشم، از یه نمای دیگه بکشم، فرض کن همون هسته است، میبینی؟ و اینم الکتروناشه. نگاه کن، این یک، این دو، اینم سه تا لایه. مگه سه تا الکترون نیست؟ فرض کن سه تا الکترون هر کدوم دارن توی لایه میچرخن، میبینی؟ اوکی، حالا بستش بدم، فرض کن رو هر کدوم لایه هم یه دونه الکترونه. فرض، اینا همه فرضه، اصلا نمیخوایم دقیق بگیم اینجا 4 تا داره، اینجا 6 تا داره، عدد اتمی چی، عدد جرمی چی، اینا رو بیخیال شو. اصلا نمیخوایم شیمی و فیزیک نمیخوایم درس بدیم، فقط میخوام بیس کارو بفهمی که اصلا برق از کجا داره تولید میشه، اصلا عامل ایجاد جریان الکتریکی چیه، عامل ایجاد ولتاژ چیه. فقط میخوام اینا رو یاد بگیری. به خاطر همین دارم از الکترون شروع کردم. ها، اگه کسی ازت پرسید برق چجوری تولید میشه، با الکترون بری تو حلقش. ها، گرفتی موضوع؟ خب فرض داشته باش که این الکترونه داره تو این مدار حرکت میکنه، قبوله؟ بله. هرچی این الکترونه، خوب گوش کن، نزدیک به این هسته اتمه، این انرژی جاذبه بین مثبت و منفی بیشتره. نکته بعدی ها، حالا پنجم ششم هرچی هست بنویس، من نکات رو پشت سر هم میگم و میرم جلو. هرچی این مدار نزدیک به هسته اتمه، نیروی جاذبه بیشتره. ها، لذا بسیار کار سختیه این الکترون رو آزاد کردن، خیلی کار سختیه، بی خیالش رو نمیتونی آزادش کنی. میریم سراغ لایه بعدی. هرچی دورتر میشیم از هسته اتم، این انرژی چیه؟ این انرژی به قول معروف کمتر و کمتر و کمتر میشه. اوکی؟ کمتر میشه. هرچی دورتر میشیم خیلی کمتر میشه. دیگه عملا از چشم این مثبته دوره. یه مثال هست میزنن، میگن از دل برود هر آن که از دیده رود. ها، اینم از دیده یه این مثبته دیگه رفت، دیگه خاطرات فراموش شد، خداحافظ. عملا این الکترونه خیلی دوره. این انرژی خارجیه رو که ما میدیم به این الکترونه، بلا فاصله باعث جدایش الکترون میشه. دو تا نکته تو دل این نکات بگم. یک، به الکترون لایه آخر میگن الکترون والانس، لایه والانس، چون به لایه آخر میگن لایه والانس، به لایه آخر لایه ظرفیت هم میگن. پس لایه ظرفیت، مدار ظرفیت، مدار والانس، اینا همش یه اسمه، هر جا شنیدی درست. اوکی؟ خیلی خوب. پس فهمیدیم عملا الکترون لایه والانس قابل جدایشه، قابل جدا کردن. درسته تا اینجاش؟ خیلی خوب، بذار کنار نکته دوم. عزیز جان، معمولا از یک تا 8 تا دونه الکترون میتونه رو لایه والانس بمونه. چند تا؟ از 1 تا 8 تا. خوب دقت کن، کار دارم. فرض کن اینجا 8 تا دونه الکترون من بکشم، کاری با اینکه این اتم از چه نوع ماده‌ایه من ندارم، من 8 تا الکترون اینجا میکشم. ببینی؟ 1 2 3 4 5 6 7، 8 تا الکترون، قبوله؟ ها؟ خیلی خوب. گفتم یه انرژی خارجی، اگر من به این الکترون ها بتابونم، انرژی به این الکترون ها بدم، باعث جدایش الکترون لایه والانس از اتم میشه. قبوله؟ کاملا قبوله. خیلی خوب. هرچی تعداد الکترون های لایه والانس بیشتر باشه، این انرژی بود که من میدادم و بین این 8 تا تقسیم میشه. یعنی چی؟ یعنی زورش کم میشه. یعنی مثلا اگر من x جول انرژی بدم، این x جول انرژی تقسیم بر 8 الکترون میشه، باز هم زورش نمیرسه جدا کنه الکترون ها رو. یعنی این انرژی که دادم به هیچ دردی نمیخوره. از طرفی هرچی تعداد الکترون های لایه والانس کمتر باشه، من وقتی این الکترون، این انرژی سوم، انرژی خارجی رو میدم به این الکترون ها، زور انرژی کلن میرسه به یه دونه الکترون یا به دو تا الکترون که رو لایه والانسه. ها، بنابراین سریعتر باعث جدایش الکترون از اتم میشه. پس یه داستان خیلی قشنگ اینجا شکل گرفت. بر اساس تعریفی که کردم، هرچی الکترون های لایه والانس کمتر باشه،
با توجه به انرژی که من به اتم میدم، الکترون‌هاش زودتر آزاد میشه و هر چی تعداد الکترون‌هایی که روی لایه والانس باشه بیشتر باشه، انرژی رو که میدم چه بسا اصلا الکترون آزاد نشه. لذا سه دسته ماده شکل میگیره. چند دسته؟ بگو که حافظت میشینه تو حافظت. اکسلراتور لرنینگ، آموزش شتابنده. من میپرسم تو جواب میدی تا جواب به سوال چفت بشه. گرفتی داستانا؟ پس من سوال میپرسم، تو خونه هر جایی که هستی، محیط کار، خوب جواب بده.